با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. داخل این ویدیوی آموزش من قصد دارم که ریتمایی رو که واسه گیتار پاپ شما باید بلد باشید بهتون آموزش بدم. ما 4 ریتم رو داریم که حتما شما باید بلد باشید: 2/4، 3/4، 4/4 و 6/8. که ریتم 4/4 و 6/8، ریتم 4/4 و 6/8 خیلی پر استفاده تر هستن و شما حتما این دو ریتم رو حداقل دیگه باید بلد باشید. من هر 4 ریتم رو داخل این ویدیو واسهتون توضیح میدم و علاوه بر اون توضیحاتی در مورد کسر میزان ها هم میدم در ابتدای آموزش هر ریتم، تا شما فقط قسمت عملی قضیه رو یاد نگیرید و قسمت تئوری رو هم بهش توجهی داشته باشید. قبل از اینکه ریتم ها رو شروع کنیم، من ابتدا طریقه نشستن صحیح رو بهتون میگم که ما داخل گیتار پاپ به صورت غربی یا وسترن میشه، برخلاف گیتار کلاسیک، و یه جورایی میشه گفت هر جور که راحت تر هستید میتونید بشینید، اما من نکاتی رو میگم شاید به دردتون بخوره. اگر راست دست هستید میتونید گودی گیتار رو بذارید روی پای سمت راستتون. دسته گیتار یک زاویه باید ایجاد بکنه، یعنی به این صورت یا رو به پایین نباشه، و زاویه دیدتون هم باید سیم 6 رو فقط ببینید و سیم های دیگر رو نبینید، و اگر نیاز بود که فرت ها رو نگاه کنید میتونید خم شید و هر کدام از فرت ها رو که میخواید، هر سیمی هر فرتی رو ببینید. منظورم این هست که گیتارتون رو به این صورت نباید بگید و خودتون باید خم شید، کمرتون هم باید کاملا صاف باشه. خب ما از ریتم 2/4 شروع میکنیم. ریتم 2/4 ابتدا کسر میزانش رو من توضیح میدم. یک صورت داریم که 2 هست و مخرجش 4. 2 به این معنی هست که ما در هر میزان 2 ضرب داریم، و 4 به این معنی هست که هر ضرب ما رو یک نوت سیاه میتونه تشکیل بده. خب پس داخل میزان 2/4 2 ضرب داریم که این 2 ضرب نوت سیاه هستن، یعنی میتونیم بگیم 1 2 1 2. حالا ریتم 2/4 که مد نظر ما هست به این صورت نیست. ریتم 2/4 ما به جای 2 نوت سیاه از 4 نوت چنگ تشکیل شده، یعنی هر نوت سیاه رو تبدیل میکنیم به 2 نوت چنگ، پس در کل در میزانمون 4 نوت چنگ داریم. ضربه اول ما از بالا به پایین هست به این صورت. میتونید این ضربه رو روی کل سیم ها بزنید، میتونید این ضربه رو روی سیم های باس بزنید. سیم های باس سیم های 4 5 6 و سیم های تریپ سیم های 1 2 و 3 است. ضربه دوم ما از پایین به بالا هست روی سیمای تریپ. ضربه سوم و ضربه خف هست، و ضربه چهارم از پایین به بالا روی سیمای تریپ. و نحوه شمارشش به این صورت هست: 1 و 2. شماره پامون میخوره زمین و با بها پامون میاد بالا. واسه زدن ضربه خف من داخل ریتم 2/4 ضربه خف رو بهتون آموزش میدم تا دیگه برای تمام ریتم ها این ضربه رو یاد بگیره. شما از تیغ دستتون استفاده میکنید در ابتدای دهانه صدا. این ضربه رو که بزنید سیم ها میخونن به فلت های فلزی و یک صدای تولید میشه. علاوه بر این وقتی که ضربه رو شما میزنید، این عمل رو هم که انجام بدید اگر سریع این کار رو کنید ضربه خف تولید میشه. اگر این کار رو نزدیک پل یا خرک انجام بدید صدای خوبی تولید نمیشه.
ولی این کار اگر دقیقا در ابتدای دهانه صدا انجام بدید خیلی صدای بهتر تولید میشه. و شمارشش هم که گفتم یک و دو و هست. پس ما میتونیم بی نهایت ریتم دو چهار داشته باشیم. به طور مثال میتونیم یک ضربی باشه، اگر نوت سفید بزنیم نوت ضربات رو به صورت نوت سفید، یک دو یک دو، یا دو ضربی باشه، یک یک دو، یا چهار ضربی، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یا به طور مثال یک نوت سیاه و دو تا چنگ. اما ریتم دو چهاری که مد نظر ما بود به این صورت بود، یک و دو و. ریتم بعدی ریتم سه چهار است که از سه ضرب تشکیل شده. سه به معنی این هست که ما در هر میزان سه ضرب داریم و چهار مخرج هم به این معنی که هر ضربمون نوت سیاه است. پس میتونیم بگیم یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. ریتمی که مد نظر ما هست به همین صورت هست شمارشش، و ضربه اول روی سیمای باس و دو ضرب بعدی روی سیمای تری. به طور مثال کاری که میتونید بکنید این هست که اون نوت سیاه آخر رو به دو تا چنگ تبدیل کنید، میشه یک و دو و سه و یک و دو. چهاری که خیلی استفاده میشه به همون صورتی هست که گفتم، ریتم بعدی که خیلی ریتم پرکاربردی هست ریتم چهار چهار است. چهار صورت به این معنی است که چهار ضرب داریم در هر میزان، و چهار مخرج به این معنی که هر ضرب ما رو نوت سیاه تشکیل میده. و ساده ترین شکلش به این صورت است، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، ریتم چهار چهار ساده. ضربه اول روی سیمای باس و سه ضربه بعدی روی سیمای تری. یک ریتم چهار چهار دیگه داریم که خیلی از شما درخواست کرده بودین و به این صورت است. بیشتر در آهنگای راک کار برده. این ریتم دو میزان هست، یعنی یک میزانش میشه و یک میزانش میزان اول سه ضربه اول روی سیمای باس، سیمای تری، یک و دو و سه و چهار، یک و دو و سه و چهار، یک و دو و سه و چهار، یک و دو و سه و چهار. و ادامه میزان دوم، یک و دو و سه و چهار، 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 یک و دو و سه و چهار. ریتم چهار چهار بعدی که پرکاربردترین ریتم چهار چهار در گیتار پاپ هست ریتم رومبا هست که من دو ورژنشو بهتون آموزش میدم. ورژن اولش به این صورت هست، Thank you.
سر تشکیل شده. ضربه اول روی سیمای راست که نوت چنگ سیاه نقطه دار است، یک و دو. ضربه بعدی از پایین به بالا روی سیمای تریب که و دو است، میشه یک و دو و یک و دو و. ضربه سوم خف که به صورت چنگ هست. ضربه چهارم از پایین به بالا به صورت چنگ. ضربه پنجم از بالا به پایین به صورت چنگ و روی سیمای تریب. ضربه ششم از پایین به بالا روی سیمای تریب به صورت چنگ. اول ما نوت سیاه باشه و نوت‌های بعدی نوت‌های چنگ باشه که میشه هفت ضربی. ضربه اول روی سیمای باس، ضربه بعدی تریب، ضربه بعدی از پایین رو بزن روی تریب، ضربه بعد خف، ضربه بعد از پایین به بالا روی سیمای تریب، ضربه بعد از بالا به پایین و روی تریب و ضربه بعد از پایین به بالا روی سیمای تریب. بعدی که این ریتم هم خیلی پرکاربرد هست، ریتم 6 8م هست که شکل سادهش به این صورت اجرا میشه. اول باید بگم که 2 4 3 4 و 4 4 کسر میزانهای ساده هستند، اما 6 8م کسر میزان ترکیبی هست که اگر بخوایم تحلیلش کنیم به این معنی هست که 6 صورت تعداد ضرب ها در میزان رو مشخص میکنه و 8 مخرج به این معنی هست که هر ضرب ما متعلق هست به یک نوت چنگ. پس 6 نوت چنگ داخل این کسر میزان ما داریم و شمارشمون به این صورت است: 1 2 3 4 5 6. اما اگر به کسر میزان سادهش تبدیلش کنیم، یعنی تقسیم بر 3 دومش کنیم، 2/4 به دست میاد که 2 تعداد ضرب رو میگه و 4 به این معنی که هر ضربه ما یک نوت سیاه است. اما چون کسر میزان ترکیبی هست، این سیاه به سیاه نقطه دار تبدیل میشه. پس 6/8 یک کسر میزان 2 ضربی هست که هر ضربه ما رو یک نوت سیاه نقطه دار تشکیل میده. شمارشش هم به این صورت است: 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، و روی 1 و 4 ما پامون مخوره زمین. 1 و 4 رو، ضربه 1 و 4 رو روی سیمای باز می‌زنیم و از ضربات دیگر رو روی سیمای تری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. این ریتم 6 و 8 ساده هست که اگر بخوایم 6 و 8 سنگین رو بزنیم، این ضربات به صورت نوت چنگ بودن. 6 ضرب داشتیم، 6 نوت چنگ. اگر ضربه اول رو به صورت نوت چنگ بزنیم و 4 ضربه بعدی رو به صورت نوت دو لا چنگ و ضربات 3 ضربه بعدی رو دوباره مثل همون نوت چنگ بزنیم، به این صورت میشه.
ضربه بعدی روی سیمای تریپ از بالا به پایین، ضربه بعدی از پایین و روی تریپ بالا به پایین، پایین به بالا و قسمت دوم این ریتم دقیقا مثل ریتم قبلی هست. که تمپوی آهنگایی که اسلو هستن بسیار پایینه، از این ریتم استفاده میشه که نوت ها رو به صورت دولاچنگ میزنه. قسمت از این نوت ها، این چهار نوت دولاچنگ است، چنگ، چهار نوت دولاچنگ و سه نوت چنگ. ریتم 6 و 8 دیگه که خیلی شاد هست و کاربرد داره به این صورت زده میشه. که تشکیل شده از یک نوت سیاه، یک نوت چنگ، یک نوت چنگ و یک نوت سیاه که میزان رو پر میکنه. ضربه اول روی سیمای باس هست که میشه 1 2 1 2 3 4، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه شش، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش. ضربه اول به سیمای باس به صورت نوت سیاه، ضربه دوم به صورت نوت چنگ از پایین بالا روی سیمای تریپ، ضربه سوم خف به صورت نوت چنگ و ضربه چهارم از پایین بالا روی سیمای تریپ به صورت نوت سیاه. یک دو سه چهار پنج شش، 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 یک دو سه چهار پنج شش. و همونطور که گفتم روی شماره های 1 و 4 پامون میخوره زمین. حالا اگر بخوایم ورژن دیگه از این ریتم رو بزنیم، میتونیم نوت سیاه رو اولین نوت سیاهمون رو تبدیل کنیم به دو تا چنگ. ضربه اول روی سیمای باس، ضربه بعدی روی سیمای تریپ، ضربه بعدی روی سیمای تریپ، نمیشه 3 تا نوت چنگ. از بالا به پایین، ضربه سوم روی سیمای تریپل از پایین به بالا، ضربه چهارم خف، ضربه پنجم از پایین به بالا روی سیمای تریپل به صورت نوت سیاه.